بریم سراغ بتون خود متراکم شونده. این بتون هم میتونه بتون پرکاربردی باشه. بسیار توصیه میشه که برای پروژه ها از این بتون استفاده بشه، به خاطر اینکه مشکلاتی که ما تو ویبره زدن داریم رو کلا حذف میکنه. ولی خب به دلیل اینکه یه مقداری گرون در میاد و حالا تخصص هم میخواد اجرا و ساخت و طرح اختلاطش، ما خیلی کمتر به این موضوع پرداخته میشه، از این بتون استفاده میشه. بتون خود متراکم یعنی چی؟ من یه بتونی میخوام نمیتونم ویبرش کنم، یا اینقدر کنج این قالب هم فضاش کمه که ویبره هم بکنم فایده ای نداره. به خاطر همین میرم از یک بتونی استفاده میکنم که همین که بریزم تو قالب خودش بره ویبره بشه، خودش بره پخش بشه، قابلیت پخش شدگی داشته باشه، قابلیت این رو داشته باشه که بدون ویبره به راحتی بین آرماتورها قرار بگیره، توی قالب پخش بشه. بهش میگن بتون خود متراکم شونده، بتون خود متراکم، بتون خود تراکم، بتونی که در واقع نیازی به ویبره نداره، خودش متراکم میشه. الان نگاه کنید، این آزمایش اسلامپه. وقتی که من توی آزمایش اسلام بتون خود متراکم رو بریزم بردارم، میبینید که اسلامپش تقریبا به همون 30 سانت ارتفاع خود این میرسه، یعنی این در واقع بتون خود متراکم من کاملا پخش میشه و خود متراکمه، یعنی خودش تراکم پیدا میکنه. به خاطر همین برای مثلا تست بتون خود متراکم هیچ موقع آزمایش اسلامپ استفاده نمیشه. چند تا تست داره، یکی آزمایش جریان اسلامپ، یکی آزمایش حلقه جی، یکی آزمایش قیف وی شکل، یکی آزمایش جعبه ال. این آزمایشایی هست که برای بتون خود متراکم استفاده میشه، که حالا من اگر بخوام وارد این جزئیات و توضیحات بشم، چون بتون خود متراکم من یه در واقع سررشته‌ای دارم کار کردم، خیلی بحث طولانی میشه. اما یه سری آزمایش ها داره که ما ازش استفاده میکنیم، بتونه به درد بخوریه نسبت به بتونایی که گفتم. یعنی ما اگر که این کار رو انجام بدیم، دیگه مهم نیست که آقا بتونو مثلا میایم خوب ویبره میکنیم یا نه، شعاع عمل ویبرمون کافی هست یا نه، خوب این داخل لایه بتونمون میره یا نه، ویبراتور این دو لایه به اندازه کافی 10 سانتی متر همپوشانی ویبره میشن یا نه، اینا رو دیگه میشه حذفش کرد و کیفیت کارم کیفیت بالایی. اما برای اینکه این بتون من اینجوری روون بشه، من باید یه سری مواد در واقع گرانوی دهنده بهش اضافه کنم. یعنی چی؟ یعنی این یه چیزی باید بهش اضافه کنم که تحت وزن خودش جاری بشه. بتونی که تحت وزن خودش جاری بشه رو بتون خود متراکم میگن. پس برای این من باید یک ماده اصلاح کننده گرانوی بهش اضافه کنم و یه ذره هم فوق روان کننده اضافه کنم که این روانیش ایجاد بشه. تمام ریزکارهای این موضوع رو توی این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری، حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.